سلام جمعه 23 امرداد 94 14 آگوست 2015 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه شاگردان آقای تاهری روز 25 امورداد دعوت کردند که در ایران و سراسر دنیا تجمع داشته باشند با خواسته ساده ای که قبل از صدور و اجرای هر حکمی آقای تاهری رو ببینند برای اینکه بسیار مطرحه که آقای محمد علی تاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران رو ممکن است که زیر شکنجه به قتل رسونده باشند و بعد حکم اعدام صادر کرده باشند و خانواده او رو هم به شدت تهدید کرده و زیر فشار گذاشته باشند به هر حال این تجمع که در سراسر دنیا قرار است صورت بگیره با تبلیغات گسترده در فضای مجازی همراه شده و موضوعی است که محافل بین المللی رو باید جلب بکنه همچنین معلمان در تدارک تجمع بزرگی در سیزدهم مهر ماه پنجم اکتبر هستند در سراسر کشور جلوی ادارات آموزش پرورش در تهران و سایر شهرستان ها برای آزادی معلمان دربند که اتهامات عجیب و غریبی رو هم برای اونها ردیف کردن و همینطور مطالبات سنفی که معلمان بارها و بارها مطرح کردند برای یک زندگی حداقلی. موضوع دوم اینکه آقای لینزیگرام سناتور جمهوری خواه عنوان کرده که آژانس بینالمللی انرژی اتمی متن توافق محرمانه ای که با ایران کرده رو در اختیار امریکا قرار بده سنای امریکا قرار بده و تهدید هم کرده که اگر آژانس این کار رو نکنه کمک های امریکا رو قطع خواهند کرد البته تصویب بودجه ها در دست کنگره است و امکان این کار رو داره دولت سوئیس اعلام کرده در صورتی که سازمان ملل بپذیره که ایران تعهداتش رو انجام داده سوئیس هم تحریمش روی طلا فلزات قیمتی و محصولات پتروشیمی رو لغو خواهد کرد سوئیس در واقع نه عضو تادی اروپا و نه عضو سازمان ملل و به استقلال میتونه تصمیم بگیره لغو تحریم فلزات گران قیمت در لوزان قبلا از سوی تادی اروپا و امریکا انجام شده و محصولات پتروشیمی هم در توافق ژنو صورت گرفته بود موضوع سوم که وزیر کشور بحرین عنوان کرده که افراد بازداشت شده در ارتباط با توطعه بمب گذاری در بحرین یک ماه قبل اعتراف کردند که با حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشتند خالد مشعل که عنوان شد در از مسافرت به ایران منع شده و به این ترتیب روابط حماس با ایران رو به تیرگی گراییده به نوشته ار رعیال یوم به جای او محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به ایران خواهد رفت چون به نوشته این روزنامه محمود عباس با طرح ایران برای سوریه موافق اگر این خبر صحت پیدا بکنه و محمود عباس راهی تهران بشه، تحول مهمی است برای اینکه حمایت از جناهای میانه روی مثل محمود عباس که طرح دو دولت دو حکومت یعنی اسرائیل و فلسطینی رو به رسمیت شناخته در واقع چرخش بزرگی در سیاست جمهوری اسلامی باید محسوب بشه سیاستی که همواره تاکید داشته اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه وزرای اروپایی که به تهران رفتند از آلمان فرانسه و ایتالیا علنی یا خصوصی تاکید کردند که ارتباط ماندگار و پایدار با ایران در گرو این است که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه اگر سفر محمود عباس تحقق پیدا بکنه نشون میده تهران گامی در این جهت برداشته و از یکی دیگه از شعارهای انقلابی که به خصوص آقای خامنه ای وقت انرژی و منابع کشور رو به پای اون به هدر داده عقب نشینی خواهد کرد العرب هم خبر داده از اینکه علی رغم حرف های روسیه و عربستان جلوی دوربین در پس پرده این دو کشور بر سر برکناری اسد توافق کردند موضوع سوم اینکه آقای احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که مذاکرات حزب عدالت و توسعه حزب ایشون با حزب جمهوری خواه خلق به رهبری کمال کلیچ شکست خورده و بنابر این در ترکیه انتخابات دیگری برگزار خواهد شد جنرال آدورنو رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا هم در صحبتی عنوان کرد که ظاهرا آشتی بین شیعیان و سنی در عراق امکان پذیر نیست و شاید تجزیه اراق بهترین را حل باشه موضوعی که با اعتراض و مخالفت حیدر نخست وزیر اراق مواجه شد و آقای آدورنو همچنین اعلام کرده که برای مبارزه با داعش مسئله دخالت نیروی زمینی امریکا و سه پیاده کردن سرباز امریکایی ضروری سا گفته طرح اون رو به رئیس جمهور امریکا دادن بعد از حرکت مردم عراق که در تظاهرات نیم میلیون نفری در بغداد بعد از فشارهای قطع برق گرما و غیر و خواستار مبارزه با فساد شدن فساد گسترده ای که سراسر دولت عراق رو از زمان آقای مالکی گرفته با فشار آقای حیدر بادی پست معاونت رئیس جمهوری و معاونت نخست وزیری حذف شد و این معاونین داوطلبانه کنار رفتن همگی برای اینکه آقای مالکی هم دیگه معاون رئیس جمهور نباشه مسئولیت نداشته باشه و بشود که او رو دستگیر کرد موضوعی که خواسته مردم عراق و تظاهر کنندگان بوده اگرچه گفته میشه جمهوری اسلامی داره فشار میاره که آقای مالکی رو محاکمه نکنند و حتی صحبت از فرار او به ایران مطرحه شاید چند روز آینده تکلیف کار معلوم بشه که بالاخره موفق میشن مالکی رو دستگیر کنن معترضین و مخالفین یا اینکه دولت چشمش رو میبنده و مالکی به ایران خواهد رفت اما موضوع آخر اینکه آقای سفر نعیمی نماینده آستارا در کمس... که در عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست خبر از یک زمین خالی بزرگ دیگر داده یکی از مناطق دیدنی و طبیعی کشور ما یعنی گردنه حیران که در حد فاصله آستارا و اردبیل قرار داره این بار با کمک منابع طبیعی مورد غارت قرار گرفته به گفته این نماینده و یک نماینده سابق مجلس و بسیاری از مدیران دولت احمدی نژاد تا سطح وزرا زمین های زیادی از این منطقه رو تملک کرده و برای خودشون ویلا سازی و یا پروژه های ساختمانی اجرا کرده به این ترتیب دیده میشه که ابعاد فساد دولت آقای خامنهی ظاهرا حد و مرزی نمیشناسه و در سراسر ایران رد پای این فساد را حتی در مناظر طبیعی و اموال ملی هم میشه مشاهده کردند. دکی سرف سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی